و شما با بیانیه های شرطی F آشنایی کامل پیدا کردیم که حالت one way را داشته باشه، یعنی فقط در حالت ترو بودن مهم باشه که چی کار انجام شد. می این مثال های از اینا را کار میکنیم. یک مثال داریم در اینجا، پروگرام بنویسین که دو عدد X و Y را از کیبورد گرفته، در صورتی که X بزرگتر از صفر باشد حاصل جمع هر دو را محاسبه و چاپ کنم. خب برای از اینکه ما حاصل جمع پیدا کنیم و چاپ کنیم، یک شرط مانده شده و او شرط است که این رقمی است که x باید بزرگتر از صفر باشه. اگر x کوچکتر از صفر باشه دیگه نباید جمع شوه. به این خاطر ما میاییم از این میفهمیم که دو تا وریبل داریم، یکی x و یکی y. اگر ما پوره پروگرام نوشته کنیم که energy main صحیح؟ بعد دو تا وریبل داریم، یکی انیت x و y. خب دو تا وریبل را که ما تشخیص دادیم و بعد یک وریبل دیگه را هم کار داریم که مجموعی از اینا را با هم دیگر جمع کردن و در اون وریبل خود ذخیره کنیم. خب قسمت اینپوت ها را ما و شما شناسایی کردیم. حالا در اینپوت ها میریم که این اینپوت ها را بگیریم از یوزر. خب سی اوت میکنیم، یک مسیج میدیم به یوزر، میگیم که پلیز enter two integer number. خب دو نمبری را که ما از یوزر میگیریم، اولی را در روی x ذخیره میکنیم x و بعد دومی را در روی چی ذخیره میکنیم y. خب شرط جمع شدن این دو عدد ای بود که x باید بزرگتر از صفر باشه. به او خاطر ما میایم چک میکنیم، میگیم اگر x ما بزرگتر بود از چی؟ از صفر. این کاندیشن شد، حالت شد، یعنی شرط شد که باید x بزرگتر از چی باشه؟ از صفر. در صورتی که ای بود سم جمع کنه، بگویا سم مساوی میشه به سم جمع، خب سم مساوی میشه به x جمع چی؟ y. خب و در اخیر چی کار کنه؟ ایره نشان بده که قیمت سم ای هست. خب در اینجا ما دو تا استیتمنت داریم. در صورتی که دو تا استیتمنت داشته باشیم، باید چی کار کنیم؟ بلاک های از ایره بگیریم. اگر نگیریم فقط یکش انجام مده، دومی از ایره چی شرط ترو باشه چی نباشه ایره نشان مده. بخاطر ما سی اوت میکنیم، در اینجا میگیم که the sum of x and y is چی؟ سم. خب الان این پروگرام چی کار میکنه؟ ما بیاییم میتودی مین خود هم بسته میکنیم. پیش از اینکه بسته کنیم ریترن میکنیم چی را؟ زیرو را. و این ریترن زیرو را هم شما میفهمین که کارش چی هست. خب بیاین قیمت بتیم بر از اینا. مثلا فرض کنیم که x قیمت بتیم که دو و y قیمت بتیم مثلا چهار. خب سم خودش قیمت داره، قیمت های از ایره که ما گرفتیم x میشه دو و y میشه چند؟ چهار. اینا رو چک میکنن، آیا دو که x است بزرگتر از صفر است؟ بله. اینجا شد چی؟ ترو. در صورتی که ترو شوه داخل از این بلاک میشه و این دو تا استیتمنت را اجرا میکنن. استیتمنت اولی است که سمه پیدا میکنه، دوره جمع چهار میکنه، میگه مساوی به چند شد؟ مساوی به شش. قیمت پیدا شد، قیمت شش. وقتی قیمت شش پیدا شد میاید در لاین بعدی، اینجا چون ما خلاص شدیم لاین بعدی میریم. سی اوت میکنه، یعنی به بیرون روان میکنه، در سم آف اکس اند وای ایس. ببین از این نقطه تا این نقطه را همه از اینا داخل دبل کوتیشن هست. مسیجی که داخل دبل کوتیشن باشه خودش به بیرون نشان داده میشه و بعد از اوی از اوی ما و شما چی میکنیم اینجا؟ سم نشان میده. یک مسیج نشان میده که در سم of x and y is، در جای سم قیمتش هم میگذاره، قیمت از این 6 هست، داشته میشه در سم of x and y is چی؟ 6. خب اگر بیاییم این قیمت مثلا منفی 1 بدیم و این قیمت چی باشه؟ منفی 1. الان در شرط میایه، آیا منفی 1 بزرگتر از صفر است؟ نه خیر. در اینجا میشه چی؟ فالس. در صورتی که ای فالس شد،
ما به هیچ وجه اجازه نداریم که داخل استیتمنت اف شویم و یعنی قسمت انجام بدیم. مستقیم میره روی ریترن زیرو، زیرو را روان میکنه و هیچ چیزی برای ما و شما چی نمیشه؟ پرینت نمیشه. ما میاییم این مثال ها به صورت عملی در کمپیوتر میبینیم که چطور ما میتونیم که به اساس یک شرطی که او ایکس یا وای هست کار را انجام بدیم. خب مثل چیزی که در بالا کار کردیم، اول دو تا وریبل، یکی x و دیگه هم y معرفی میکنیم، بعد یک وریبل دیگه به نام سم و قیمت شروع زیر مساوی به صفر قیمت میدیم. چرا ما به این صفر قیمت میدیم؟ به خاطر از اینکه یک وریبل اگر قیمت اولیه نداشته باشه ما نمیتونیم او را با استفاده از یک از آپریتورها روی از یک عملیه یا یک آپریشن را انجام بدیم، به خاطر قیمت اولیه باید داشته باشه. خب در اینجا ما میاییم قیمت سی اوت میکنیم و از یوزر خود میخواییم که پلیز انتر تو انتیجر نمبر. خب اگر ای را مشخص نکنیم انتیجر نمبر که یوزر بتانه هر نمبر را بتانه، در صورت ما شما میتانیم که این قسم داشته باشه. حالا سی این میکنیم قیمت ها را اولی رو روی x میگذاریم و دومی رو روی y. حالا شرط میگذاریم، میگیم که شرط ما ای هست در صورتی که x بزرگتر باشه از چی؟ از صفر. بعد از او چی کار شوه؟ اول سم پیدا شوه، بگوی سم مساوی میشه به x جمع چی؟ جمع y. صحیح؟ قیمت x و y ما شما در اینجا چی کار کردیم؟ پیدا کردیم. و بعد از او چیکار شد؟ وقتی x و y پیدا شد قیمت به بیرون داده شد، سی اوت کنه، بگوی که the sum of x and y is چی؟ sum. خب بیاین ما این پروگرام رن میکنیم، قیمت های مختلف به از دومیتیم و نتیجه را مطابق به او دیده میریم. خب پروگرام رن میکنیم، میگه پلیز انتر تو نمبر. مثلا ما یک دفعه ای را یک شمیایم پنج میدم و دیگهش هفت قیمت میدم. وقتی پنج و هفت قیمت بتیم، پنج و هفت اولیش اکس است که پنج است، دومی وای است که هفت است. یعنی پنج بزرگتر از صفر بوده، به او خاطر ای برای ما شما یک پیام را نشان میده که ای اردو را جمع میکنه، پنج جمع هفت میکنه میشه دوازده و دوازده را هم برای ما شما باید آوتپوت نشان بده. بعد میگه که the sum of x and y است چند؟ 12. خب پروگرام دوباره رن میکنیم، دوباره وقتی رن کردیم برای یک از اینا قیمت منفی میدیم برای x، بعد دومی را هر قیمتی که شما بتین هیچ چیزی را بر ما شما به آوتپوت نشان داده نمیتونه، یعنی نشان نمیده، به خاطر از اینکه ما برای نشان دادن او دو تا پیام یک شرط مونده بودیم. اگر اونمو شرط ترو شد او را نشان بده، در صورتی که ترو نشد نشان نده. خب مثال بعدی که ما داریم، گفته پروگرامی بنویسین که یک عدد را از کیبورد گرفته، در صورتی که عدد مثبت باشد آن را ضرب ده و نتیجه را نشان ده، در صورتی که مثبت باشد. خب باز هم میاییم یک وریبل، ببینین گفته پروگرامی بنویسین که یک عدد را از یوزر بگیرم، ما میگیم انت x، فرض میکنیم نام زیر x میمونه، صحیح؟ یا مشخصا نمبر میمانیم نامزیر. خب سی اوت میکنیم، میگیم که پلیز انتر تو تو نمبر. و بعد سی این میکنیم، میره در کجا ذخیره میکنیم؟ در نمبر. خب قیمت نمبر ما شما ذخیره کردیم. وقتی قیمت نمبر را ذخیره کردیم، این حال بیاییم چک کنیم که آیا نمبر بزرگتر از صفر هست یا نیست. چطوری چک میکنیم؟ ما میگیم، میگیم که اگر نمبر ما و شما بزرگتر بود از چی؟ از صفر. تمام اعداد بزرگتر از صفر اعداد مثبت هست، اعداد مساوی به صفر صفر است و اعداد کوچکتر از صفر چی است؟ منفی هست. خب ما میگیم در صورتی که نمبر بزرگتر از صفر بود، در اون صورت چکار کو؟ اینمی نمبر از ضرب ده کو، نمبر ضرب مساوی به ده، یا یک قسمی میگیریم نمبر مساوی میشه به نمبر ضرب چند؟ ضرب ده.
صحیح؟ نمبر مساوی میشه به نمبر ضرب 10. و یا به صورت شارت کات که قبلا ما شما خواندیم از آپریتورهای ترکیبی استفاده میکنیم، میگیم ضرب مساوی به 10، عین مفهوم داره. چی نوشته کنیم که نمبر مساوی است به نمبر ضرب 10، چی نوشته کنیم که نمبر ضرب مساوی به 10 است. خب وقتی این کار شد در اون صورت چیکار کنه؟ این را اوت کنه نمبر، بگوی که در نمبر از صحیح؟ پس ما در خود نمبر ذخیره کردیم، به خاطر نمبر را اوت پوت میدیم. در نمبر از چی؟ نمبر. خب الان بیاین پروگرام رن میکنیم، هم اعداد منفی برش میتیم و هم اعداد مثبت. خب رن کردیم پروگرامی که بالا آمد، یک دفعه ما میاییم اعداد مثبت برش میتونم 4، چون ای 4 هست و 4 بزرگتر از 0 هست و یک عدد مثبت هست. وقتی چک کنه ای عدد مثبت هست و ای را ضرب در دام میکنه میشه 40 و 40 برای ما شما نشان بده. ببینین میگه در نمبر چند؟ 40. اگر بیاییم یک عدد منفی برش قیمت بدیم یا 0 قیمت بدیم، مثلا ما منفی 1 برش قیمت بدیم، هیچ کاری انجام نمیشه. پس به او خاطر ببینین که اساس انجام شدن یک کار یک شرطی بوده که او شرط میتونه حالت ترور داشته باشه و او شرط میتونه حالت فالز داشته باشه و به اساس امو هم کار انجام میشه. مثال دیگه، پروگرامی بنویسید که دو عدد را از استفاده کننده گرفته از بین آنها عدد بزرگتر را تشخیص و نشان ده. خب ما میاییم دوباره پروگرامی کار میکنیم که دو عدد از یوزر بگیره، بعد تشخیص بده که کدام یکی از این دو عدد بزرگتر هست و عدد بزرگتر را چکار کنه به یوزر نشان بده. میگیریم که init num1 و num2 و همچنان max. یک وریبل دیگه را به نام max ما شما معرفی میکنیم. خب به صورت دیفالت میگیم ماکس مساوی میشه به یکی از این نمبرها را فرض کنین که چی است؟ ماکس است. یعنی ما فرض میکنیم که یک ماکس است. بعد از او چک میکنیم. میگیم اگر اف ماکس ما یا نمی دوی ما و شما بزرگتر بود از ماکس، صحیح؟ در او صورت چیکار کن؟ ماکس مساوی میشه به نمی دو. صحیح؟ خب و در آخر ای را به آوتپوت بده، بگو که the max number is the max between مثلا ما اگر خودی عدد دارم نشان بتیم between num1 and num2 is max. خب پروگرام رن میکنیم، باز هم شرط مانده شده. به اساس همون شرط چیکار میشه؟ خب ما قیمت نم یک و نم دو رو نگرفتیم، نه از خاطر سی اوت میکنیم، میگیم که پلیز enter true number. خب سی ان میکنیم قیمت یک ده نم یک و نم دو ده نم دو. دوباره پروگرام رن کنیم، کمپایل کنیم و رن کنیم. از ما دو عدد میخواید. ما عدد اول مثلا 4 میتونم و عدد دوم 9 میتونم. ببینین از بین 4 و 9 کدام از اینا بزرگتر هست، همون را ما توقع داریم برای ما نشان بده. باید برای ما 9 را نشان بده. میگه که the max between 4 and 9 is 9. اگر دوباره ای را ما رن کنیم و قیمت بزرگ اول بده مثلا 7 و 2، میگه the max between 7 and 2 is 7. در هر دو حالت ما و شما قیمتی را که برای ما نشان میده قیمت بزرگتر را نشان داده میتونه. ببینید در این قسمت ما از کاندیشن کار گرفتیم، گفتیم هر کدام یک از اینا که بزرگ هست همون را نشان بده، نه اوی که کوچکتر هست. اول آمدیم فقط یک از اینا را فرض کردیم، میشه که از این روش شما استفاده کنین و میشه وقتی ما در روی F دو بودی یا
تو وی اف استیتمنت رفتیم میشه از او هم استفاده کنیم که در صورتی که اگر نبود چی کار انجام شد. یکی از اینا رو مثلا به صورت دیفالت به صورت ماکس فکر میکنیم، فرق نمیکنه که تو نمی یک میگیری یا نمی دو، میشه نمی دو رو بگیرین در اینجا. وقتی نمی دو رو گرفتیم بعد از اون نمی یک مقایسه کنیم صحیح؟ و بعد بگوین مثلا میشه به نمی یک. هر دوی حالت از اینا یک چیز هست، چی از هر رویشی که شما استفاده میکنین در شروع اول یک از اینا رو مثلا به ماکس قیمت میدیم. اگر دوباره قیمت ها رو بتیم مثلا ما 6 بتوم و 8 بتوم، باز میگه که بزرگترین عدد چی هست؟ 8 هست. خب تشکر.